قراره تو این ویدیو با هم دیگه یک سری خبرهای کلی رو بررسی کنیم تا بتونیم ارتباط اون رو با بیماری‌های جدیدی که توی دنیا به وجود اومده بهتون بگیم. اگر بدونید چه ویدیویی براتون آماده شده، شما هم همین الان مثل من عقیدتون همین میشه که دنیا داره هیجان انگیزتر از همیشه میشه. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به روی این ستا تیتر خبری که الان براتون میاد چند ثانیه مکس بکنید، تمرکز کنید و اونا رو بخونید تا با هم دیگه جمع‌بندیشون بکنید. یه آدم معمولی اگر یه مسافرت خیلی ساده بخواد بره، حداقل از یک ماه قبلش، سه هفته قبلش شروع میکنه به فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن. پس این خیلی بچگونه است که بخوایم تصور بکنیم دولت برای شرایط اقتصادی به وجود اومده هیچ اتاق فکری نداشته و ناخواسته توش قرار گرفته. همونطور که دیدید دولت الان بدهی داره و داره بدهی‌های خودش رو پرداخت میکنه. طبق این گفته خبر ها، من نمیگم، ولی خب چجوری داره پرداخت میکنه؟ دولت اومد دلار و سکه رو آروم آروم قیمتش رو برد بالا، مردم هم رفتن خریدن به امید اینکه ارزش پولشون کم نشه تا بتونن یه سودی بکنن تو این هیجانات. اتفاقی که میفته اینه دولت داره ریال مردم رو به واسطه دلار و طلایی که میفروشه از دستشون در میاره. حالا میاد به واسطه این ریالی که دستشه بدهی‌های خودش رو پرداخت میکنه. پس شرایطی که پیش رومونه الان اینه: دلار قیمتش رفته بالا و بدهی‌های دولت هم پرداخت شده به واسطه ریالی که از مردم گرفته. ولی یه سوال اینجا مطرحه، به نظرتون الان این دلار دست مردم بمونه بهتره یا دست دولت؟ من جوابی نمیخوام براش بدم، ولی با یه توضیح خیلی کوچیک ایمان دارم که خودتون به جواب درست میرسید. به نظرتون چند تا آدم احمق توی دنیا وجود داره که بدونه ارزش پولش قرار بیاد پایین و اونو پیش خودش نگه داره به جاش دلاری که داره رو بده به یکی دیگه؟ من که میگم هیچی. وقتی دولت داره الان از هر طریقی، مثل افزایش سود بانکی، نوسانات طلا و ارز، به هر طریقی که هستش داره ریال جمع میکنه، به نظرت میگم مشکوک نیست؟ البته که مشکوک نیست، روان داره طی میشه، قاعده درست داره اتفاق میفته. این فقط یک سری از ماها هستیم که به سادگی بازی خوردیم. پول ایران با ارزش خواهد شد به چند دلیل، الان بهتون میگم. اول از همه اینکه ایران چه بخواد چه نخواد پیشرفت خواهد کرد، اونا نه به واسطه خودش، به واسطه دوستش، یعنی چین، چون قراردادهای 25 سالش داره شروع میشه و این خودش یکی از عوامل افزایش ارزش ریاله. حتی اگر بخوام بهتر بگم، کاهش ارزش دلار. میدونم احتمالش خیلی زیاده، تا همین الانم کلی کامنت اومده یعنی تو چی میگی؟ مگه ممکنه ریال بره بالا دلار بیاد پایین؟ به همراه کلی فوش البته. پس بیاین این خبر رو با هم دیگه ببینیم. ویدیو رو هم لایک کنید اگر تا الان این کار انجام ندادید. این خبر داره به همون میگه که دلار به عنوان ارز اول جهان مشکل سازه. بانک مرکزی جهانی داره میگه که دلار توی 25 سال گذشته به کمترین حالت ارزش خودش رسیده. و این یعنی عملا هیچ کشوری دلش نمیخواد دیگه دلار نگه داره. پس حالا بیاین این خبری که بانک مرکزی جهانی به همون داده رو تطبیق بدیم با اتفاقات اخیری که توی ایران رخ داده. دولت میاد چیکار میکنه؟ دلار رو تا جایی که میتونه میبره بالا. نرخ دلار رو که محمد تعیین نمیکنه، که دولت تعیین میکنه. تو اصلا بگو 50 تومن. مالک اصلی دلار کیه؟ دولت. پس مردم دارن دلار کیو میخرن؟ دولت. آیا دولت دلارش نامحدوده؟ صد البته که نه. درسته خیلی زیاد داره، ولی نامحدود. طبق قرارداد 25 ساله‌ای که ایران با چین بسته، ایران قراره پول نفتی که از چین میخواد بگیره به یوان بگیره. خب این یعنی چی؟ زیبا نیست؟ خب اگه این اتفاق بیفته و مردم باز هم شروع کنن به دلار خریدن، تا به اول آخر دلار کی میشه؟ مردم. به همین زیبایی. بعد داره چه اتفاق میفته؟ سوالی که مطرح میشه اینه: آیا دولت دیوانه است؟ دلاریو که ازش هیچ سهمی نداره و اصلا دیگه صاحبش نیست رو قیمتشو بالا نگه داره؟ من که میگم نه. اون وقت دیگه دلار عین چی؟ قیمتش میاد پایین.
البته زمانی که دلارش تموم شد و تمامشو فروخت به مردم. اینجوری هم از شر دلارش خلاص شده، هم بدهیاشو پاس کرده، هم یه سود خیلی توپل کرده، هم مغز اقتصادی، تازه ریالم جمع کرده، چون ریال از دست مردم کشیده بیرون. سوال بعدی اینجاست، چرا ایران قراردادهاشو با چین به یوان بسته؟ چرا پول نفتو میخواد یوان بگیره به جای دلار؟ خیلی واضحه، چون قرار قدرت اول جهان تغییر بکنه. دیگه خبری از آمریکا نیست. این حرفو با دلیل میزنم ها. این تصویر مقایسه تجارت دو کشور آمریکا و چینه در سال 2000 تا 2020. افزایش میزان تجارت چین رو دیدی؟ تو اگر نخوای به این بگی قدرت، چی میخوای بهش بگی؟ این قضیه یعنی ایجاد یک سری اتفاقات بزرگ، یا اگر بگیم ایجاد مرزبندی جدید هم بیراه نگفتیم. دقیقا همونطور که مجله اکونومیست هم برامون پیش بینی کرده بود. واضح تر از این میخوای اکونومیست بهت بگه؟ بیاین یه کوچولو قایمکی راجع به بحث حجاب وسط ویدیو با هم دیگه صحبت بکنیم. بکنم اون افراد مورد نظر که تا اینجا نمیان احتمالش هست. 15 تیر 1401 سفیر روسیه اومده تهران، این نکته یه گفته. ایشون گفته که بارها به ایرانی ها عرض کردن که ممنوعیت حجاب مانع از سفر روس ها به ایران میشه. خب به نظرتون ایران نمیاد حرف دوست جونشو گوش بکنه؟ چی شده؟ از پشت صحنه به هم میگن دوست جون؟ مگه روسیه دوست جون ایرانه؟ بله که هست. اونم زمانی که ما اومدیم یه قرارداد 20 ساله با روسیه بستیم که گازهای خودمونو بفرستیم اونور. واسه همینه که مراکز دولتی گازشون قطع شده. واسه همینه که میگم روسیه دوست جون ایرانه و خیلی دور از ذهن و منطق نیست که بخواد حرفاشو گوش بکنه. خب این فقط یه معنی میده، ما قرار بودش توی همین دولت حجاب اختیاری رو داشته باشیم، ولی چرا با این همه شلوغ کاری بهمون دادنش؟ چون بگن قهرمان داستان مردمن، چون بگم باری کلا مردم پولشون از بانک کشیدن بیرون، دوتا بانک ورشکست شد. خنده‌داره. مردم هم خوشحال، آخ چون تونستی به دولت ضربه بزنیم، دوتا بانک رو ورشکست کردیم. جدی باور میکنید این حرفا رو؟ واقعا فکر میکنید ما تونستیم بانک ورشکست بکنیم؟ آرومم آرومم، نگران نباشید. شما ویدیو رو لایک کنید. خیلی مسخر از اگر بفهمیم تمام کارهایی که فکر میکنیم داریم میکنیم، از فراخوان گرفته تا ضربه هایی که به خیال خودمون داریم به دولت میزنیم، کار اتاق فکر خودشونه. بیشتر از این نمیگم، تا همین جام اضافه گویی کردم، چون در هر دو صورتش میشم چوب دو سر. چی نمیگم تو ویدیو، چوب دو سر طلا مثلا. هم فوش از ملت همیشه در صحنه میخورم، هم چوب توی آستینم میکنم. مجله اکونومیست اومده 10 روز گذشته، یعنی 8 دی ماه، تصویر به ظاهر ساده‌ای رو روی جلد مجلش چاپ کرده. ولی ما یاد گرفتیم که عمیق‌تر به اتفاقات اطرافمون نگاه بکنیم. اگر دقت بکنید میبینید تصویر جلد این مجله نقشه ایرانه، ولی خب خزر و خلیج رو نداره. و حالاست که نکته جالب داستان به وجود میاد. میایم خبر میشتیم، میام فلان کسک رئیس عراق، آقای رئیس فیفا، آقای گوگل، اره و اوره و شمسی پوره، میان به جای واژه خلیج فارس از خلیج عربی استفاده میکنن. کاری به اهمیت این قضیه الان نداریم، فقط هدفم اینه که بدونیم چه برنامه ریزی هایی وجود داره که سیگنال هاش رو ما از مجله های مثل اکونومیست از قبل از رخ دادنش داریم میگیریم. و در نهایت میخوام دوتا خبر بهتون بدم که شرحش و توضیحاتش مرتبط با ویدیوی آیندمونه. اونم یه ویروس جدید تنفسی از خانواده مرس، یعنی در واقع از فک و فامیلای اسمشون عبره. تو کامنت بگید اسمشون عبر چیه، ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید، پیج هم فالو بکنید. که چند وقت بود نگفته بودم، دلم خواست بگم. اگر بخوایم به عمق فاجعه این قضیه اشاره بکنیم، باید با آلوده شدن بازیکنان تیم فرانسه به ویروسی تحت عنوان ویروس شتر اشاره بکنیم. مهم نیستش که الان توی دنیا خبری از آلودگی های خیلی شدید و پاندمی های جدید و قدرتمند نیست، ولی متاسفانه من به اتفاقی که برای تیم فرانسه افتاد، اونم دقیقا توی بازی فینال، اونم توی جام جهانی، میگم یه نشونه. وقتی خبر آلودگی یک شخص اروپایی رو ما گرفتیم، خیلی نباید دور از ذهن باشه که افراد دیگه هم اونجا آلوده شده باشن. ولی خب چرا هنوز خبرش در نیومده؟ چند تا دلیل داره. اولی که ممکنه دوره نهفتگی این ویروس خیلی طولانی باشه، ولی 1 ماه 2 ماه نباشه، 6 ماه باشه، چون ما به این اعتقاد رسیدیم که این ویروس ها ساختگیه،
چیزی نیستش که تو طبیعت وجود داشته باشه و بخواد پخش بشه. دلیل دومش که تا الان خبری پخش نشده یعنی که شاید نخواستن خبری پخش بشه. قدرت رسانه که ایمان دارید. ولی خب متاسفانه تصویر جدیدی که مجله اکونومیست روی جلدش چاپ کرده نه تنها منو نگران میکنه، بلکه دیگه کم کم داره میترسونه. توضیحش باشه طلبتون. لایک هایتون نره، تصویر مجله رو